اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. در اثر بمباران هوایی شهر رقه، 7 غیر نظامی که 4 تن از آنها کودک بودند، در بازار سبزی فروشان این شهر کشته شدند. هواپیمای اسد همه روزه شهرها و روستاهایی را که تحت کنترل ارتش آزادی است بمباران می‌کنند. تلویزیون العربیه گزارش داد حداقل 15 تن از شبه نظامیان حزب الشیطان روز شنبه توسط ارتش آزادی در منطقه قوطه دمشق به هلاکت رسیدند. صدها تن از شبه نظامیان حزب الشیطان لبنان از شروع جنگ سوریه از 2 سال پیش تا کنون به دست رزمندگان ارتش آزادی از پای درآمدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه با انفجار ساختمانی در منطقه سید زینب دمشق، شماری از مزدوران عراقی وابسته به مالکی و مزدوران حزب الشیطان را به هلاکت رساندند. تلویزیون اورینت گزارش داد بیش از 20 بیمار در کمین نظامیان اسد افتادند و همگی کشته شدند. منذر مخوص، سفیر ائتلاف ملی سوریه در فرانسه گفت رژیم ایران را نمی شود میانجی نامید، زیرا که این رژیم شریک مستقیم در قتل عام مردم سوریه می باشد. گروه های همپیمان رژیم ایران در صحنه اقدام به سربریدن مردم می کنند. دیروز شبه نظامیان حزب الشیطان به مجروحان شلیک می کردند. چگونه رژیم ایران می خواهد در کنفرانس ژنو شرکت کند؟ این جنایتی بزرگ است. مشارکت رژیم ایران غیر قابل قبول می باشد. اپوزیسیون مسلح سوریه با صدور بیانیه اعلام کرد در صورتی که حکومت اسد در تمامیتش پایان داده نشود و تمامی کسانی که در کشتار مردم سوریه دست داشتند حسابرسی نگردد، در اجلاس ژنو 2 شرکت نخواهد کرد. سناتور مککین و سناتور لینزی گراهام، دو سناتور ارشد جمهوری خواه سنای آمریکا، در اعتراض به سیاست‌های خاورمیانه‌ای اوباما و به طور خاص سیاست‌های وی در مورد سوریه اظهار داشتند که ایالات متحده آمریکا در حال تجربه یک شکست جدی در سیاست و از دست دادن اعتبارش در خاورمیانه می‌باشد. سناتور مککین و لینزی گراهام می‌نویسند چیزی که بیشتر شکست و کوتاهی سیاست‌های اوباما را در خاورمیانه برجسته می‌کند، تنها گذاشتن و رها کردن ارتش آزادی سوریه و نیروهای اپوزیسیون سوریه می باشد. اوباما خصوصاً در دفتر کارش در کاخ سفید به ما متعهد شد که استراتژی وی تضعیف قابلیت‌های نظامی رژیم اسد و تقویت قابلیت‌های اپوزیسیون مدره و تغییر تعادل قوای صحنه خواهد بود تا منجر به خاتمه مذاکره جویانه درگیری‌ها و کنارگیری بشار اسد از قدرت گردد. ایالات متحده آمریکا در حال تجربه کردن یک شکست جدی در سیاست و از دست دادن اعتبارش در خاورمیانه می باشد. ناظران بین المللی جاسوسی آمریکا از اروپایی ها را یک سونامی در سیاست خارجی توصیف کردند. به گزارش یورونیوز، برای باراک اوباما و دولت او جلوگیری از پیامدهای موج افشاگری و مقابله با جریانی که بوی جنگ سرد می‌دهد، روز به روز دشوارتر می‌شود. آند هویسر، مدیر اجرایی بنیاد برتلسمان می‌گوید: مسئله فقط شنود تلفن همراه صدر اعظم آلمان یا دولت این کشور نیست. سوال اصلی و کلی در این میان این است که آیا می توان چنین عملیاتی را از یک کشور دوست تحمل کرد؟ جواب قطعاً منفی است. دولت اوباما نمی تواند با گفتن اینکه ما هیچ شنودی انجام نداده ایم مسئله را خاتمه دهد. این آغاز یک سونامی سیاسی خارجی است. در همین حال تلویزیون CNN از قصد آلمان و برزیل برای کشاندن این موضوع به مجمع عمومی ملل متحد خبر دادند و گفتند دو کشوری که ممکن است آژانس امنیت ملی آمریکا بر روی رهبران آن جاسوسی کرده باشد، این موضوع را در برابر مجمع عمومی ملل متحد مطرح خواهند کرد که یکی از آنها آلمان می باشد. برزیل نیز در تهیه پیشنویس قطعنامه ملل متحد کمک می کند.
دیلما روسف رئیس جمهور برزیل آژانس امنیت ملی آمریکا را به جاسوسی بر روی ایمیل خود متهم کرده است. ارتش فرانسه اعلام کرد برای جلوگیری از بازگشت گروه‌های بنیادگرا به کشور مالی، عملیات گسترده‌ای را در شمال این کشور آغاز کرده است. به گفته سخنگوی ارتش فرانسه، در این عملیات صدها سرباز فرانسوی با نظامیان کشور مالی و نیروهای سازمان ملل شرکت داشتند. این عملیات یک روز پس از حمله تروریستی به پایگاه‌های ارتش چاد در شمال مالی که منجر به کشته شدن دو نیروی حافظ صلح از چاد شد، صورت گرفت.